از جاده ای که برای 2000 سال دهلیز ارتباطی و مرکز تقاطع مدنیت ها و فرهنگ های گوناگون بوده. هموطن های عزیزم، ما این بار سفر ما را از یکی از مسیرهای پرتردد راه ابریشم به طرف شمال کشور آغاز میکنیم و این راهی است که چند هزار سال جز راه های بسیار مهم شناخته میشد. البته نیم قرن پیش، زمانی که تونل سالنگ به بهره برداری سپرده شد، از شهرت از این راه کمی کاسته شد و بیشتر رفت و آمدها از راه تونل سالنگ صورت می گرفت. و بعد از نیم قرن بعد، زمانی که فعلا شاهراه سالنگ برای ترافیک بسته است و این راه هم در خواب به سر می برد، ما دوباره خواستیم که بیاییم و از این مسیر زیبا حرکت بکنیم، بریم به سوی شمال کشور و مسیری است که شمال را با جنوب وصل می سازه. البته که مسیر طولانی است و زیبایی های زیادی را این مسیر هم در خودش جا داده و ما خواستیم که یاد بکنیم از امو گذشته ها که بیشتر کاروان های تجارتی از این مسیر عبور و مرور می کردن. البته که در گذشته ها کاروان ها زمانی که عبور و مرور می کردن با پای پیاده و با امو شطور و کاروان های تجارتی بود، ولی امروز سهولت ها بیشتر شده و با وسایل نقلیه، موتر و سایر وسایل هموطن های ما عبور و مرور میکنن. خب ما هم تلاش میکنیم تا بریم و مو زیبایی ها سر بزنیم، زیبایی هایی که اصلا فکر نمیکنیم در افغانستان وجود داره. ما با یک و یکش میپردازیم و با شما عزیزا و هموطن های نازنین ما هم شریک میسازیم. ما یک ساعت از آغاز دره شکاری آمدیم که بریم به مو طرف زیبایی ها و این قسمت هم به نام رباط یاد میکنن و ما فکر میکنم که ممکن در این قسمت هم رباطی بوده که این منطقه به این نام مسما شده، ولی من از دوستا و عزیزایی که در این منطقه بودن پرسیدم، اونا گفتن که نه، آثار نمانده، ولی ما انشالله که میریم و دیدار میداشته باشیم. دیگه فعلا هم میجه یک فضای بسیار خوب بود. اینجا زمین های زراعتی است که هموطن های ما مصروف کشت و زراعت هستند و این هم یک پل چوبی است که بخاطر هم سهولت بر رفت و آمدشان ایجاد کردن. این خارک های قندول ما هم از این پل عبور و مرور میکنن. دیگه آیست آیست دوستا، ما هم زیبایی های زیادی را مد نظر گرفتیم که تقدیم شما بکنیم، هرچند زیبایی هایی است که به شعور آدم نمی گنجه و ما هم نمی دانیم که در این مسیر رای ما چه زیبایی های به انتظار ما است تا ما هم به شما تقدیم بکنیم. اما ای را افتخار میکنم که یک نام دیگه این سرزمین ما سرزمین زیبایی است و هر گوشش، هر قسمتش، هر روستا، قریه و قصباتش پر از زیبایی های بیشمار و زیبایی های بی نظیر است. خب هموطن های عزیزم، جا داره که تشکر بکنم از حامی برنامه ما هم انرژی اتک. انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودن با انرژی اتک. قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک، مشت پرقدرت. طعم خوب داره. اتک می نوشیم و بعدش میریم جویای حال و احوال هموطن های ما میشیم و به تمام زیبایی ها میپردازیم. بیا بیا برادر، بیا مانده نباشین، جور است انشالله. خیر ببینی، سلامت باشی. زمانی که میبینیم دوستا یک قسمت از بخشا هموطن های ما با مشکلات زیادی مواجه هستن که شما شاهد هستین. اگر این قسمت ها پل های خوبتر باشه که هموطن های ما با آسانی عبور مرور بکنن که خیلی خوب میشه انشالله بخیر. آرزو ازیر هم داریم که تمام از این مشکلات هموطن های ما روزگار بخیر رفع شود، هرچند که ما همیشه وقت به این مشکلات میپردازیم بخیر آرزویش داریم. دیگه دوستا شما هم چند تصویر ببینید تا ای که من همون تو قدم زده برم، ای که مسیرم به این طرف میشه بعد داخل زمین ها میشه، یا هم که همین سرک گرفته بریم به سایر قسمت ها یک تصمیم میگیریم. شما هم چند تصویر از همین دره زیبا را ببینید. Thank you.
دوستا عزیز، من قدم زده آمدم چون دیدم جمع از هموطنان ما اینجا مصروف زراعت و کشت و کار هستن. البته ما از ولایت پروان آمدیم به ولایت بامیان و فعلا هم این مسیر ماست که ما ادامه میتیم میریم به سایر قسمت ها. دیگه فعلا در این منطقه رباط بامیان هستیم، مربوط ولسوالی شبر میشه، درست هستی؟ دیگه آقای صاحب میشه خود معرفی کنی برای ما؟ خودی ما آجی ملازای نامم است. خوب بسیار دیقانکار است. مینیمی وطن ما دیقانی و زراعت پیشه است. وطنی ما بیشک کاروبار ما با دیقانی است. این قریه ما قریه رباط است، مربوط غندق است، مربوط به ولسوالی شیبر میشه. قریه غندق ولسوالی ما شیبر. بسیار خوب آقای صاحب، البته ای که این مسیر یکی از مسیرهای بسیار مهم و یکی از شاخه‌های بسیار مهم راه ابریشم بوده که از اینجا شمال به جنوب وصل می‌ساخته. دیگه طبیعی است که در این مسیر رباط‌های زیادی قرار داره. چطور که قریه به نام رباط مسماسای ایجام گذشته، مو کدام کاروانسرا بوده؟ چه قسم کاروانسرای بوده؟ بله صاحب، راه سالنگ وجود نداشته، راه شمی مسیر را بوده که از راه ابریشم به طرف جنوب بگویم به کابل و پروان انتقال داده می‌شده. بسیار خوب، بسیار خوب. آل از رباط هم آثارایش مانده یا نمانده؟ آثارایش مانده، خود ریخته و خراب شده، اگرچه این رایی است که مراهایش هنوز باقی است. خوب خوب کنیم. دیگه خودتان موفق باشید. دیگه آل میایم سر کشت کارتان پرسان میکنیم انشالله. باش که برادر ما باز نگه که از ما اول ما نگرفتین گپ نزدین. چطور هستی لالا جان؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ اسم مبارک چی است؟ بخیر باشید. مصطفی تخلصم خزان است. غلام مصطفی بله. خزان نه، نام خدا هم تو بهار وره تر تازه هستی. چرا خزان؟ خود دل خزان است. خدا نکنه دل تو چی شده مصطفی جان؟ میشه میگه درد رو حس میکنه اون کس که با درد آشنا است. بل حواسان چی بدانم دردی که به انتها است. به به، من ز خود بیگانه اما یادی او در خاطرم. درد من درد است اما با کسان چون و چرا است. شعر خودم است دیگه. زیاد دوباره بحث نمیکنیم. شاعر هم هستی؟ کم کم یگان شعر، یگان شعر میسرایی نپولی شاعری دیگه. کشت و زراعت میکنی؟ کشت و زراعت خودم خود دریور هستم فعلا دیگه مصروف دیقانی هم هستیم دیگه. دیقانی هم داریم و مصروف دریوری هم هستیم امتحان بودم. خب بازمی محصولات انتقال میتی میبری به دیگه جایی؟ بله. دوستا شاید شما هم به تصویر ببینین، هنوز هم در بیشتر قسمت های افغانستان عزیز ما، در بیشتر قسمت های دیار نازنین ما، هموطن ما با مو شکل قدیمی، با مو شکل سنتی کشت و زراعت میکنن که من هم دیدم فعلا همینجا دوستا قلبه میکنن زمین. فکر میکنم قلبه میکنن نه؟ بله بله. نمی کچولو را میکشن؟ نمی بمی پیشه ما وسایل ما میگواست. خب بیا که ما خودت بریم خواهی یک بار ببینیم از نزدیکم اگه موافق باشی. خوب است. خو نام خدای نه، حاصلات هم خوب هستم سال. اینه کچاله های ما رو هم ببینیم، این حاصله های ماست. مانده نباشی بیادرم، مانده نباشی. نام خدا، چقدر یک کچاله خوب است. کاکا دل آدم میشه که تو مثل سیب خواهم چکش بزنی. یعنی می حاصلی ما مردمی. خب کچاله سفید یا زرد هم کشت نکردین امسال؟ کشت نکنیم، ایش یک در روایدش خوبتر است که سفید کشت نکنیم. خب خب این را میگن خوب چپس هم میتر؟ چپس هم میتر، کچاله شیرین است، باز وایدش هم خوبتر است، سر سفید بالاتر است. خب خب بسیار خوب. عالمی زمینه که همیجه هستی چقدر کچاله میتر؟ یک جریب است یا کمتر است؟ اینمی یک جریب کمتر است زمین. خب خب یکان دو سر کچاله میتر. بسیار خوب، ماشاءالله ماشاءالله. دیگه باز زیادتر کابل روان میکنین؟ مو کمال رو کابل روان میکنین. اینجا مو پاکت هاست که خرد و کلان به می شکل چینده شده، باز قیمت هاش هم دیگر کدامش فرق میکنه دیگه؟ فرق میکنه. یک پاکت کچولو خو ما رو میتیده میرا کچولو خورده بریم؟ چیلو نه میگن یک مسیر بسیار طولانی داریم. بیا بریم خیلی. اما تو او طرف بریم، طرف هم دوستا که قلبان میکنن، اونا رو هم یک دفعه احوالشان بگیریم. اینی قسمت هم دوستا مکمل کلش قلبه شده به خاطر از اینکه کچالوهاش از خاک بیرو شده. این قسمت هم کچالوهای ماسته هست. خوب است، زیاد است. مصطفی جان، ما پیشتر دیدم لالا که شما یک دانه همی گو قلبه ای بود و یک شما مرکب بود در دلش کردین، پس چرا این قصه؟ گو که از قیمت است، هر خونه نمیتونه که یک گو نگاه کنه، مصاریفش هم زیاد میشه. برای ده خونه گذشته یک گو داره، بازی دو گو و یک جای پلغو میگه ما مردم، پلغو میکنم تنگ میکنشه. خب خب مرزا جان، یک دقیقه توقف بده همین کل بیده همین جسات کن دیگه. باش پیشتر... کمک نزدیک ما بیان که ببینیم نام خدا که امو گو قلبه که میگن، ببینیم دوستا که چقدر
کلان کلان هم است. چون که باسه جون گو یه همسایشون وجود نداشت، یک تا خره در پلی گو بسته کده بود. خب بخاطر از اینکه بگیم دیگه همه کار آسان بسازه، بخاطر که همه کار پیش بره، خب دیگه کاری گو پیش برده نمیتونه، خوب خوب است، مقصد یک رفی ضرورت میشه. باز اتو قرزکی هم از بینتان مثال امروز گو شما نباشه از دیگه کسا بیارین و ای رقم نیو تو مردم ما الحمدلله یک مردم خوب هستن، یکی با دیگه که طلب میکنن از یک کسی که گو تا امروز بیتی مقبول بدارم میته برش همون تو مجانی که قول بشه بکنه بعد بگو پس بیاره برش بشک برو خوب است می رقم باشه خوب است انشالله که باز بیشتر رونق میگیره. بخیر روز زیر داریم که کاروبار هم آسان‌تر شود، دوستا با همو تراکتور یا هم با وسایل مدرن و پیشرفته همو زراعتشان انجام بتن. خیر ببینی بیادرم که ما رو هم وقت دادی. کاکای قندم قربانت شم. تشکر. دیگه در کاروبارتان برکت. دوستا ما هم همی مسیر ما را در همی رای زیبا و این جاده های پر خم و پیچ ادامه میتیم و تمام زیبایی ها را و همچنان ساعت دیدنی را به شما عزیزان بیان میکنیم. خوشایند است واقعا که آدم هر چقدر صحبت میکنه در رابطه با مو زیبایی ها، در رابطه با وطن، آدم لذت میبره. دیگه پس همین مسیر ما را ادامه میتیم، موترم منتظر ماست و به سایر قسمت ها میپردازیم. البته اگر با ربات های هم در مسیر را دیدیم که قرار داشت انشالله تا میشیم و صحبت ها را میکنیم. شکوه پابرجا ما هنوزم در مسیر راه هستیم، هرچند که هر گوشه وطن ما باور بکنین دوستا که بلا تشبیه جنت است، خیلی زیباست. کافیست که ما قدر از این میهن ما را، قدر از این مادر دوست داشتنی ما را بدانیم. ما هم بدون اجازه در این باغ داخل نشدیم، یک باغی است که درخت های سیب است، از دوستا اجازه گرفتم و بر ما اجازه هم دادن که از امو سیبای درخت ها هم بتانم بچینم. دیگه این یک نوع سیب است که سیب زرد برش میگم یا سیب سفید که بسیار زیاد خوشمزه است، سیب امی منطقه است و این هم یک سیب بسیار چوچکک بود که این هم گرفتیم. دیگه این قسمت ها کلش امی درخت های سیب است که باز به سایر قسمت ها هم روان میشه و ضمن از او امو محصولات هموطن های ماست که زحمت زیاد میکشن تا ای که حاصلات خوب هم بتن و به دسترس ما و شما همین حاصلات قرار بتن. دیگه سیب گرفتیم، ما میخوایم که تمام همین زیبایی ها را تقدیم شما اجزا بکنم، چون خواست شما هم همین بود تا ای که به مسیر ها میریم اما زیبایی های مسیر را هم شما ببینین، ای که ما با چه جاهای آشنا میشیم، با چه هموطن های ما سر میخوریم، تمامش شما هم بیشتر ببینین و لذت ببرین. دیگه پس میریم و شما هم ما را همراهی بکنید. در حال قدم زدن در جاده های تمدن غنی ما هستیم و از امی محیط و فضا دیدار داریم و با شما اجزا هم شریک می سازیم. قسمی که بیشتر برای شما گفتم در فاصله های چند فرسنگ امو ربات ها یا هم کاروانسراها قرار داره که این هم جز امو ربات ها است که بیشتر دوستان گفتن که در قسمت بالا یک ربات قرار داره و ما هم خوشبختانه که به این مسیر رسیدیم تا از این قسمت هم دیدار داشته باشیم و این قسمتی است که فکر میکنم از دو طبقه بالای امی تپه یا هم بالای امی دامنه ساخته شده و معلوم میشه که گذشته ها اینجا اتاقایی هم بوده که
یا کسایی که محافظانی بودن که از مو کاروان ها محافظت میکردن اینجا بوده باش میکردن، یا هم اتاقای بوده که خود کسایی که از سایر نقاط میامدن به این منطقه بازمو شبار دمی کاروان سرا سپری میکردن. و در رو قسمت های دیگه هم آثار و علایم بسیار کمی دیده میشه که یک قسمتش در اینجا قرار داره دوستا و مو زینه هایی است که رفته به طرف بالا و بالای تپه هم آثار زیاده دیده نمیشه و آثار بسیار کمی است که از اونجا باقی مانده جز مو زینه های خاکیش است و بیشتر قسمت ها بنابر حوادث طبیعی که بوده یا هم سایر جنگ های که طی سالیان صورت گرفته به ویرانه مبدل شده ولی آثار کم باقی مانده. امیدوار هستیم که بخیر کار بازسازی شاهراه سالنگ هم به زودترین فرصت به اتمام برسه تا هموطنان ما بیشتر دچار مشکل نشن، هرچند که من خیلی خودم آرزو داشتم که یک سفر پر از هیجان از این را داشته باشم و بار اول است که من از این مسیر میرم به طرف صفحات شمال ما و یک مسیر فوق العاده زیباست، هرچند که چند ساعت در مسیر ما زمان زیادتر میبره تا اینکه به مقصد برسیم، ولی ارزش داره که آدم روزا را منزل بکنه تا که به مقصد برسه، چون یک طبیعت بسیار بی‌نظیر و یک فضای کاملا متفاوت آدم میتونه احساس بکنه. دیگه تا این قسمت که آمدیم من هم زیاد مایل هستم برم به قسمت های بالا یکان عکس بگیرم و شما هم چند تصویر زیبا از نزدیک های امی قلعه یا هم کاروانسرا را مشاهده بکنیم. سپاس فراوان از تمام شما هموطن عزیزم از اینکه با ما بودین. ما دو ساعت دیگه هم در دره شکاری منزل کردیم و واقعیت بگیم دوستا که هم تشنه شده بودیم هم گشنه شده بودیم و هم زیبایی ها را دیدیم ما و زیبایی ها شدیم. دیگه خوشبختان آمدیم پیش کاکای عزیز و نازنین ما کمی جگک بر خود امی فضا را ساخته و از اینجا یک لقمه روزی حلال بر نفقه خودش و فامیلش پیدا میکنه. دیگه باز ما اومدیم گفتیم بیا یک چند دقیقه یک دمراستی هم بکنیم، یک چند دقیقه بشینیم و خوب انگور هم است اون نمونهش از بس زیادش دیگه اینجا در سطلاس. کاکایم چطور هستی؟ جور هستی؟ شکر بخیر هستی جان، جور هستی؟ خوب هست، بسیار خوش آمدین. بخیر این حالا خدا معرفی هم بکن بر ما بر دوستای ما. ما نام ما اسم نام ما خاک خیرالله نام دارم، از سوی منطقه دنی باریکاب میگه پایتوه و چرایی سنگپر مشهور است در این سایه. چرایی سنگپر؟ پایتوه میگه خود جای ما باریکاب جای ما خود دنی باریکاب است. خب بسیار خب به این سایه هستیم 63 ساله نفر شدیم. ماشالله این امی عمری ما تیر شد دمی زحمت و عذابی و تکلیف خداوند ایمان بته خانه ابدی ما را خوب کنه. الهی آمین. قد دو کمر نمیجی هستیم چشم در را بودیم که میمی سرک یک سرک پخته جور شد می هم تا والد جور نشد دو انشالله ما خیلی سرک ها بسیار یاد کردیم آرزوش داریم که بخیر پخته شود. این اینجا یک پنج تا درختی انگور منگور قدای می سنگ ها شاندیم گایی قصد لعو بیتی و گایی قد گرد جوی نزدیکی شست لعو بیتی و این امتر عمری ما خوتر شد و خدا هم خیری ایمان پیش کنه دیگه. بازمی سودا یکان چیز که نیاز دارین امیر از کجا میارین؟ خود راه بسیار دور است. از بامیان میریم، اینه از بامیان میریم، از بامیان میریم و اگان سودایی که نیاز داریم آنه تا بامیان پنج ساعت میریم. از اینجا یک موتر اگه بگیری یک موتر خور 3000 روپه کراس اگه بگیری 500 روپه از ما کرام میگیره موترایی که میبره بامیان ما را 500 روپه بیتیم 500 روپه تا اینکه برین یک نیاز خود را رفع بکنین پس بیاین 500 دیگه هم پس بیا 500 یک سره نیست که تو رو اردو سر بیاره ببره یک سره از این سو 500 بیتی 500 دو سو بیتی والا مشکلات هست هموطن هایزم چالش ها هست به همین خاطر ما هم برنامه که در مسیرهای را می داشته باشیم بیشتر تلاش مایی از جدا از ساعت تاریخی و باستانی و موضوعات فرهنگی که میپردازیم میگیم
یگانه خواست ما است که جویای حال و احوال هموطنان ما شویم. ببینید دوستان، زمانی که ما از طبیعت بی‌نظیر وطن لذت می‌بریم، از آب و هوایش، از میوه‌های خوشمزه‌اش استفاده می‌کنیم، بزرگمردای همچو کاکای عزیز ما و سایر هموطنان ما هستند که با مشکلات زیاد همچو میوه‌ها را به دسترس ما قرار می‌دهند یا سایر محصولات فرآورده‌ای و مشکلات بسیار زیاد سر راهشان هم قرار داره. بیا خداوند مهربان است کاکا جان. بی‌شک خداوند آینده افغانستان ما را خوب کنه، آرام و امنیت کنه، جوانای وطن ما بخیر باشه، خدمت در وطن و کشور کنه، در مردم مظلوم وطن بکنه. این دنیا سر میشه میره، اگه نکنه هم تر میشه. ساعت از دوستان که در این قسمت ها کمترین توجه صورت گرفته، یا هم بگویم که به عباره دیگه که هیچ توجه هم صورت نگرفته، دیگه نبود سرک است، هرچند که گفته میشد که سرک میگفتن جور میکنن کاکا، باز جور نشد. نکردن یک سرکی بین المللی که تو رو والا خدمت نکنه. بخو سرکی الهی نیست که فرعی باشه، یک سرکی بین المللی است. بخو سرکی است که در زمان نادرخان کشیده شده. این دغه می همین سرک راه ابریشم است، از بسیار ارزش بالا برخوردار است. بله سی، بله سی بزرگی وطن، بله برادری محترم، جوانای وطن، هم رای شما را خدا دراز کنه که شما از آل ما مظلوم ها خبر میگیری و خبر گرفتنی هستی. قربان شم کاکا، چی پیام داری؟ چی گفتنی داری برای مردم ما که میبینید؟ تنها در افغانستان نمیبینید، در سر و سر جهان که میبینید. گفتنی همی که ما همی امیدواری از شما جوان ها داریم که خدمت در وطن بکنین، از چی که از توانی تان هست در کلان ها و بزرگ ها برسانین، خدمت در وطن شود. غریب و مظلوم بعد از کشنگی و پریشانی بره. بعد دو شوکت خانم، یکی سمت شمال یکی سمت جنوب جور کنه. چی کم از پاکستان ای کشوری ما، چی کم بودی داره؟ جوانای ما از او جوانا بالا است، هم سیاست مدارای ما از امون مردم کده بالا است، ولی خدمت که نکنه خدا ایداد بسه. گپی ما اینه می گپ است جنابی اینجنر صاحبای بزرگای صاحب نظرای محترم، یعنی گپی ما و خودت کاکا زیاد قصه میکنیم، قرآن عظیمشان میزه این خدمت داره که بکنه هم تر میشه، اگه نکنه هم تر میشه مثل بیشتر برادرهای ما. ولی نیکی همیشه وقت پا بر جا میمانه، میمانه و به خوبی یادم بشه انشالله. همو گپ است با امید خداوند. ما میخوایم کمی انگور خودت برم تول کنی، اگه نیخ من خودم هم میتانم که بگیرم با مدستای خودت باست. با عزت باشین، خوبتر هستی، بخیر باشین، زنده باشین، خداوند یار و نگاهدارتان باشه. خیر ببینی کاکا جان، این انگور هم تول کردی، اونا یک ذره زیاد هم شد دیگه، خودت گفتی. قربانت جان، نام خدا یک انگور بسیار خوب هم هست دیگه. از خودم تشکر، امر خدمت بر ما باشه، ما هم در خدمت هستیم. خیر باشه، خداوند یار اسم نام شریف های خوی تاره خوبا ما یک معرفی نکنیم. ما هم یک بنده فقیر و غریب آجز نمی خاک هستم. هم یک بنده خاک ساری نمی خاک هستیم. باسد کاکا جان. این پلاستیکه کام بده باز من ترازو رو پس روان میکنم دیگه. این پایین خوبیه که دریا هم از دوستان میجا تازش میکنیم، باز آیسته آیسته خورده خورده میریم، حساب کاکار هم حساب میکنیم و شما هم خوب است که نمیشه قد ما مهمان شویم. قربانت شم، بخیر باشی. بعض وقتا که در همچون مسیرها میاین، بیاین از هموطنهای ما که در همچون محیط فضا کار میکنن سودا بگیرین و همی فرهنگ بیشتر ترویج بکنیم و روش کار بکنیم. نشه که این هموطنهای ما از بام تا شام بشینن و آخرش هم شبه که هیچ مزدی نداشته باشن و نتانن که یک چند دانه نان به طرف خانه ببرن. دیگه دوستا شما ما را همراهی بکنین، بریم و طعم انگور را بچشیم. خیر ببینی کاکا، بخیر باشین. بخیر باشین، خداوند یار و نگهدارتان باشه.
دوستای عزیز، ما مسیر زیادی را پشت سر گذاشتیم. حدود 7 تا 8 ساعت ما منزل کردیم تا اینکه بالاخره رسیدیم به منطقه دواب میخ زرین، یکی از مناطق فوق العاده زیباست و البته هموطنان ما که گذشته ها از این مناطق عبور مرور میکردن و میرفتن به طرف صفات شمال، خاطرای بسیار زیاد در ذهنشان از این مناطق دارن، چون بیشتر وقتها حمل و نقل با پای پیاده صورت میگرفت و با همو ترانسپورت ابتدایی که هموطنان ما داشتن و از این مناطق رفت آمد میکردن. ما هم خوشبختانه آمدیم به این منطقه هم و خواستیم که چند لحظه صحبت داشته باشیم در رابطه با این منطقه دواب میخ زری هم که خوشبختانه دکتر صاحب شرف الدین هم در کنار ماست، وکیل همی بازار و همی منطقه است، تا بیشتر هم رویشون صحبت بکنیم. دکتر صاحب، اگر کدام سلام کلامی دارین که امروی ما در خدمتتان است. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خوش آمدید میگم شما را و سلام ما به تمام کارکنان همی برنامه، کسایی که برنامه را پیش دارن، سلام ما بر اینا و کسایی که ما را از پرده تلویزیون میبینه، بر اینا هم یک سلام دارم برای تمام هموطنان خود. یا هر سوالی که شما دارید ما در خدمت هستیم. قربانتان. نه سوالای سخت نداریم. اگر سخت باشه مشکل نیست. شوخی میکنم دکتر صاحب. میشنویم دکتر صاحب از شما در رابطه با دواب میخ زری، چرا اینجا را دواب میگن؟ خب اینجا یک نقطه استراتژی و کلیدی هست در سطح ولایت. یکی از قریه های مهم ولسوالی کهمرد است که سرچشمه از آجر میگیره، یک جای دیدنی هست. بله بله. به او خاطر اینجا را دواب میگه که دو دریا داره، یکی نمی دریا است که ما تو خودت سر می پول ساد هستیم. خب این دریا از بامیان سرچشمه گرفته و دریای دیگه به او طرف است، به اون یکی از خود آجر سرچشمه گرفته. خب به خاطر دواب و در او قسمت هم دوستا شما اگه به تصویر میبینین که همی دواب با هم دیگه وصل میشه. بله. به او خاطر باز اینجا را دواب میگن که همی دواب به یکی دیگه خود وصل میشه. بله بله. بسیار خوب. بازی دواب به کجا میره؟ یخو همی تو میره دیگه، از این دواب پایین است که منطقه تاله و برفق است، باز آدو است، همی تو دره کیان است، کندسنگ است، باز به دوشی وصل میشه که همون تو پل خمری و چی و چی میری دیگه و نه او طرف شو خودتان بلد است. بشک بشک. اینجا خب ما فعلا در بازار قرار داریم، این بازار نیازهای هموطنهای ما را که در این مناطق زندگی میکنن مرفوع میسازه یا خیر؟ والا خب اطراف از دیگه در این بازار خیلی چیزا نیاز است، چون که یک بازار کلیدی است، سر چهار راه هست، چون که شرایط او قدر چی نیست، چیزایی که بازار نیاز داره نیست، نداریم ما. دکتر صاحب، نام خدا اینجا جمع و جوش هموطنان ما بسیار زیاد است در بازار، هرچند که میفهم میسایه دقیق نشدن این قسمت ها، ولی تخمینن که چون شما ریاست شورای از منطقه رو به عهده دارین، چقدر است نفوس از اینجا؟ اینجا خب به تعداد 4000 خانواده زندگی میکنه، چون که یک نقطه کلیدی هست اینجا، یک مرکز چی است که اطراف زیاد داره، سر چهار راه قرار داره، به او خاطر ازدحام زیاد است و مرور مردم زیاد است. بسیار خوب. از محصولات و فراوردهای از این منطقه برای ما بگوین. این منطقه خب تمام میوه ها را در اینجا است، البته یک کیله و همه گفته نمیتونم دیگه، در یک کمرد خوشمار شنیده. بله بله، رفتیم. ولسوالی کمرد همه میوه را داره، از سیب و انگور و انار و یخناگ و تود و بین و هر سنجید و میوه جات هست. نام خدا، نام خدا. دریا داره دیگه، دریای خوب داره. آب فراوان داره، دره آجر و خیلی خوب یک ماهی داره. ماهی دره آجر که دوستان میفهمین که ماهی خالدار دره آجر که نام داره. بله انشاءالله میریم نوشجان میکنیم. قربانتان صاحب، بخیر و سلامت باشین. دوستان جا داره که تشکر هم بکنم از حامی برنامه ما انرژی اتک. انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودن با انرژی اتک. قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک، مشت پرقدرت. طعم خوب داره دکتر صاحب، بفرمایید شما هم بنوشین. خب دوستای عزیز، قسمی که
در ابتدای برنامه یا هم در شروع برنامه به شما گفتیم که ما در امی مسیری که قرار داریم جز راه‌های مهم جاده ابریشم امی مسیر بوده و بیشتر رفت آمدها از این مسیر صورت می‌گرفته. به او خاطر ای از نظر سوق الجیشی یا هم از ارزش زیاد برخوردار است و بیشتر زمان اینجا قلعه‌های محافظتی یا هم برج‌های دیدبانی قرار داره که امی کاروان‌هایی که از این مسیر عبور و مرور می‌کردن اینا را تحت کنترل داشته باشد تا برشان مشکل ایجاد نشه و ضمن از او هم ربات‌ها یا هم کاروانسراها است که در هر قسمت قرار گرفته تا هموطنای ما همونجا روزا و شبا را سپری می‌کردن. خب بازم میگم که یک ذره شمال هم اینجا زیاد است و ضمن از او رفت آمد هموطنای ما هم است دیگه. ما هم آمدیم به میسر پل استاده شدیم تا چند لحظه صحبت داشته باشیم. دکتر صاحب اینجا مقابل ما یکی از امو قلعه های بزرگ دیده میشه، اگر موافق باشین که یک بار بریم. چقدر راه است او قلعه؟ قلعه یک 20 دقیقه راه است. 20 دقیقه راه است. نام از این قلعه چی است؟ این قلعه قلعه کافری است. مو کلانای ما که قلعه کافری گفتم، ما به نام قلعه کافری میشناسیم دیگه، نمیفهمیم که خب بیاین که یک بار بریم اما قلعه را از نزدیک ببینیم. خوب است، میرم. شما ما از راه دور آمدین، خسته و زله هستین، چون که دوستا و موی سفیدا اینجا منتظر است. یک چای آماده شده، میریم یک دم دانه راست بکنیم، لطف کردین بخیر باشین، چای بخوریم. باز خیر است، میریم یک چای هم با دوستا میخوریم و بعدش هم شما ما را در ادامه برنامه همراهی بکنین. اینجا هم جمعی از دوستا و هموطنای عزیز ما هستن دیگه، ما هم میریم و با ما باشین. ما هنوز هم در منطقه زیبای دواب میخ زرین قرار داریم. مناظر بسیار خیره کننده داره که هر بیننده را وامی داره که بارها و بارها سفر داشته باشه و از این مناظر زیبا لذت ببره. دیگه در این کنار دریای خروشان هستیم، خوشبختانه که ملک صاحب جمعه خانم در کنار ما هستن، دیگه بزرگ همین منطقه هستن و از ما هم پذیرایی کردن. لطف کردین ملک صاحب، بخیر و سلامت باشین. بخیر باشین، بسیار خوش آمدین، صفا آوردین، قدم هایتان سر چشما باز بیاین، باز بیاین. دیگه خوب شد که شما را نزدیک معرفی شدیم. دواب میخ زرین یکی از ولسوالی های کهمرد، قریه ولسوالی های کهمرد، ولایت بامیان می باشد. بله بله. که تقریبا مرز می باشد با بغلان، ای طرف دیگهش مرز می باشد با سمنگان. خب بسیار. دیگه یک نقطه است، تقریبا یک سیرایی چند ولایت می باشد و مسیرشان هم بدیل سالنگ هستن که شما آمدین، زحمت کشیدین و واقعیت رای خیلی خسته کن داریم با. نه نه نه، برعکس، ما یکی از آرزوهای ما می بود که یک بار سفر داشته باشیم از ایرا، هرچند که از رای مسیر شاهرای سالنگ که ما چند بار سفر داشتیم به طرف صفات شمال ما و سایر ولایت های ما، ولی این رای است که از ارزش بسیار زیاد برخوردار است. دیگه فقط آرزوی ما همی است که این سرک هم بازسازی شود تا هموطنان ما که عاشق ماجراجویی هستند و عاشق زیبایی های بیشتر وطن هستند از این مسیر هم عبور مرور داشته باشند. پیشتر دکتر صاحب امروی ما یاد کرد از امو محصولات فراوردا، دیگه ارباب صاحب هم زحمت کشده تمام محصولاتی که در ولسوالی که امر دست اینجا سر سفره آماده کردن. بخیر باشین، امو طور است، تقریبا امی میوه هایی که میبینی مربوط ولسوالی که احمد میشه، ولی یک چیزی که کم توجهی شده که از بخش زراعت یکان میوه ما دوای بخش های زراعتی برشان رسیده نشده، یکان کمی چی داره، وگرنه در سطح افغانستان فکر میکنم که احمد خوبترین میوه افغانستان داره. چی خوب است ارباب صاحب، یک کمک در رابطه به رسم و رواج و عنانات مردم ما یاد بکنین. رسم و رواج و عنانات مردم، چون رواج های مردم، یعنی مردم کهمت بسیار میمان نواز است، جای شک نیست، چیزی که از توان داشته باشه به پیشانی باز بری مردم، بری میمان های خود میار از توان، هر کسی که داشته باشه
یعنی از دوستای ما مثلا یک کسی را که نصرالله خان میگیم، شما را اینجا شنیده که آمدین و رفته خوبترین انگوری که در درخت داشته اینا ششته برای شما گفته میارن، یا از لطف کردن چی مردم است و بسیار مردم خوش هستن از که میمون بیا قلیشان بشینه تعارف پیدا بکنه. بسیار زیاد تشکر میکنم. یعنی یکی کسایی که بسیار دقان است و چی داره، یعنی شما را شنیدن که آمدین بسیار خوش شدن، یعنی اما چیزی دست داشته و چیزی داشتن گفته آوردن. اینا دوستا ارباب سبی انگور به نام چی یاد میشه؟ این به نام انگوری حسینی یاد میکنیم. یکی حسینی سبز است، یکی حسینی سرخ. خواه این حسینی سرخش است، این دیگر ها که است به نام حسینی سبز است. چطور بود امسال حاصلات فراورده خوب بود؟ حاصلاتش خوب است، یکان ساحات ما کمابی داره، مشکلات کمابی بودن است. یکی با وجود زرق... قدراب فراوان چطور کمابی داره؟ نه باز قدرگاه دیگه ماست که کمابتر هستن. خواه یکی پیشتر هم در شما گفتیم که بخش های زراعت یکان دوا و چیزایی ایشان چون ساحت دورتر است رسیدگی نمیکنه، در دسترس مردم قرار نداره، یگان کموکاسی که میوه داره علت شمو است، وگرنه که مرد خوبترین میوه را داره. بخیر باشین ارباب صاحب. کوتاه اگر کدام حرف پیام کلامتان هم باقی مانده کمرای ما در خدمتتان است. بخیر باشین، بسیار خوش آمدین. گفتنی هایی که داشتیم گفتیم از چند نقطه که ما مشکلات داشتیم، یکی مسیر ما بود، یکی بخش مخابراتی ما بود، یکی بخش های مارکتی تجارتی ماست که خوبترین میوه ها و زراعت میشه در این ساحه، بازارابی نداریم، و یکی مشکلات برق مردم است که پروژه های نیمکار هستند. برق ما هم پروژه نیمکار مانده، سرگ ما هم پروژه نیمکار مانده، و صدای ما را مقامات بشنوه، از حال ما خبر شده که واقعا دور افتیده و یک مسیر بسیار خراب و یک سرک خراب داریم. ارزش سرک ما بدیل سالنگ است. هر زمانی که سالنگ یکان مشکلات پیدا میشه، اینمی موترهای سالنگ رایشان امی هستن و امی توجه شوه یکان آرزوی و ملتی مظلوم و امی هستن. بخیر و سلامت باشین. خب دوستا ما هم چند لحظه با ارباب صاحب و جمع از امی دوستا هستیم، یک زرگک میوه هم میگیریم و بعدش همو قلعه که یاد کردیم پیشتر به شما میریم با بالا میشیم به مو قلعه و صحبت ها رو در رابطه با قلعه می داشته باشیم، هرچند که تحقیقات زیاد روش صورت نگرفته و نیاز به کاوش بیشتر داره، ولی بازم دکتر صاحب انشاءالله همراهی ما میکنه، میریم میبینیم که چی قصه ها رو پنهان کرده این قلعه هم در خودش. چطور دکتر صاحب؟ خوب است، میریم از بخیر باشه. هموطن عزیزم، آیسته آیسته ما هم نزدیک شدیم و همون قلعه که بیشتر در موردش بحث کردیم. دیگه دکتر صاحب گفتن که قلعه به نام کافر قلعه یاد میشه و از اینجا هم میتونه آدم یک طبیعت بسیار زیبا و بی‌نظیر امی منطقه را به خوبی تماشا بکنه. بیاین دکتر صاحب. عجب قلعه بزرگ یا هم دژ بزرگی که آثار کمی از این دژ باقی مانده و بیشتر آثار و علائمش بنابر حوادث طبیعی که طی سالیان بوده از بین رفته، ولی یک قسمت ها آثار تازه هم دیده میشه که فکر میکنم به منظور پوسته های امنیتی اینجا ساخته شده بالای همین قلعه. خب این را گفتیم که به نام کافر قلعه میشناسه مردم. کافر قلعه میشناسه. خب بسیار خوب. البته که اینجا بیشتر کاوش صورت نگرفته، آرزوی زیره داریم که روی بیشتر ساعت تاریخی و باستانی ما کس کاوش های زیاد تیمای باستان شناسی ما انجام بتن تا بیشتر ما معلومات در موردش کسب بکنیم. اینجا برای شما مردم محل که گفتن یا هم روایت های کسی نبسی نرسیده دکتر صاحب، چقدر گفتن قدامت از این قلعه را؟
نه ایره خو امو بزرگای ما کلانای ما اونا که قصه میکنه شاید از 500 سال بیشتر قدامت داشته باشه دیگه ای در طول تاریخ یک میتور یک سنگر محافظتی از این به چی استفاده میکرده بودن با خاطر امنیت مردم یعنی طرف یعنی شما میبینید او دره را زیر کنترل داره ای طرفی شی اداره شیوار و این طرفی سرگت حاکم است دقیقاً یک یک پوسته باشه میتونه کلی منطقه را تمامی ساحات تحت کنترل داشته باشه. خب دوستا اگر شما هم بیاد داشته باشید باید دکتر صبح کمکی طرف ترم بریم اینجا همو بعض قسمت ها آثار قلعا بیشتر معلوم میشه همو خشت های مستطیل شکل و مربع شکل و زخامتش هم نسبت به سایر خشت ها کمی زیادتر است. شما میبینین دوستا و متعلق به دوره بودایی ها یا هم دوره کوشانشاهان است و امثال از این قلعه قلعه های زیاده بر فراز تپه های بلند دیده میشه که از نظر نقطه استراتژیکی و ساق الجیشی از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر بیاد داشته باشید ما در سفر قبلی ما در ولایت بامیان که داشتیم به یمشک تپه رفتیم یکی از ساعاتی بود که اونجا چندین منطقه را تحت کنترل داشت و بیشتر فرمان هایی که همونجا با ما دوستا شریک ساختن که به طرف غوربند همچنان بامیان و بغلان از اونجا صادر میشد و اونجا یک نقطه بسیار استراتژیک بود. همچنان این قلم از اهمیت بسیار زیاد برخوردار است و یک نقطه بسیار استراتژیک داره که چندین محل را میتونه تحت کنترل و نظارت داشته باشه. دیگه بیشتر آثار و علائمش برمیخوره به دوره بودیزم یا هم دوره بودایی. البته بنابر از اینکه ما به سایر قسمت ها رفتیم و شمایل از اینجا هم مثل به شکل سایر قلعه ها است به خاطر ما هم امو دید خود را به شما دوستا و حیزا هم بیان کردیم. دکتر صبح بفرمایید که مانده هم شدیم مسیر زیاد پشت سر گذاشتیم جا داره که بازم تشکر بکنم از حامی برنامه و انرژی اتک انسان قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودن با انرژی اتک قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی و موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک مشت پر قدرت ما هم قلای بلنده سود کردیم حالا یک اتک هم می نوشیم دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر میکنم از شما هم بخیر و سلامت باشین از اینکه وقت دادید تا اینجا آمدین کنار ما بفرمایید صاحب بخیر باشین. خب دوستان عزیز سپاس فراوان میکنم از تمام شما خوبانم که ما را همراهی کردین با ما بودین. ما در این برنامه سفر ما را آغاز کردیم از ابتدای دره شکاری چون شما هم این مسیر زیبای دره شکاری را ببینین از زیبایی هاش لذت ببرین هرچند که مسیر زیادی باقی مانده ما به یک قسمتی از زیبایی های از این مسیر پرداختیم. بام بود که ما سفر ما را آغاز کردیم و ساعت 8:30 بود که به دره شکاری رسیدیم. به ما ابتدای دره یکی از مناطق بسیار مهم و استراتژیک از راه های جاده ابریشم که ما به زیبایی‌هاش پرداختیم و از امو کاروانسراها هم دیدار کردیم. ای کاش که میشد امو شترها را پیدا میکردیم با امو اسب‌ها و با پای پیاده قدم زده یک روز دو روز این زیبایی ها را می دیدیم دیگه متاسفانه که نبود و ما از امو زیبایی ها دیدار کردیم. عالم آیسته آیسته آفتاب هم غروب کرد ولی زیبایی های زیاد دیار عزیز و نازنین ما باقی مانده. دیگه ما مسیر ما را ادامه می تیم میریم به طرف دره کیان و سایر قسمت ها و شما هم ما را در سایر برنامه های ما همراهی بکنید تا اینکه ما به مقصد نهایی ما برسیم و این باشه که ما این قصد سفر ما به کدام ولایت زیبای ماست. تا برنامه بعد تا های میدان و تای میدان دیگر همه تان را به خداوند یکتا و بهمتا سپارم. یشسن افغانستان تل دوی افغانستان زنده باد پاینده باد افغانستان تا دیدار بعد خدا نگهدار.